کسب درآمد دلاری و کسب درآمد از اینترنت این روزها در دنیا خیلی داغ شده. ما هم در آتزو می‌خوایم شما رو با روش‌های اصولی کسب درآمد از اینترنت و کسب درآمد دلاری آشنا بکنیم. قبل از شروع آموزش حتما ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از آموزش‌های ما رو از دست ندید. سلام، وقت شما بخیر، خوشی باشه، خیلی خوش اومدید به آتزو. با یک دیگه از آموزش‌ها در خدمت شما دوستان هستیم. اما قبل اینکه آموزش امروزمون رو شروع کنیم، دوستانی که ما رو سابسکرایب نکردن حتما سابسکرایب کنن و دکمه زنگوله رو هم بزنن و همچنین میتونید از کانال تلگرام ما هم دیدن کنید. همین ویدیوها رو اونجا به اشتراک میذاریم. البته که یه سری نکات خیلی مهم هستش که آماده کردیم، انشالله تا روزها و هفته های آینده قرار میدیم و یه سری از ویدیوها یه سری نکاتی داره که حالا اونا رو هم حتما قرار میدیم. دوستانی سوالاتی پرسیده بودن در کامنت ها، توی نکات تکمیل رو حتما تو کانال قرار خواهیم داد. اما آموزش امروزمون راجب توییتر هستش، یکی از شبکه‌های اجتماعی که طرفداران بسیار زیادی رو داره توییتر و خیلی از توییتر استفاده میکنن و خدمت شما عرض کنم که از توییتر حالا برای انتقال خبر میان استفاده میکنن و خدمت شما عرض کنم که میان خبراشون اونجا میگن، یا اینکه خیلی ها اعتقاد دارن که توییتر برای سیاسیون هستش که حالا یه سری خبرهای سیاسی رو اینجا به اشتراک میذارن و اکثر خبرنگاران در و روزنامه نگاران میتونم بگم از توییتر استفاده میکنن و توییت میکنن و با هشتگ هم در واقع شناخته شده میشه. شاید اولین بار هشتگ تو همین توییتر اومد و شناخته شده شد و خدمت شما عرض کنم. اما برای کسانی که کسب و کار آنلاین رو در واقع در پیش گرفتن و کسب و کار آنلاین دارن انجام میدن، هم توییتر خیلی خوب هستش، یعنی میتونن که با تلاش محصولات خودشون رو در واقع یه جورایی به دیگران نشون بدن. اما برای اینکه شما توییت بکنید، میتونید از این قسمت توییت بکنید و حالا متنتون رو بنویسید و با هشتگ هم نشون بدید و این در واقع این دایره که اینجا پر میشه، شما با استفاده از اینجا میتونید که بفهمید که حالا کاراکتراتون پر شده یا نه و اینجا هم میتونید عکستون رو اضافه بکنید و اینجا گیف میتونید اضافه کنید و موارد دیگه. اما ما چی کار میکنیم؟ ما چجوری باید بازاریابی انجام میدید؟ اگر شما کار افیلیت مارکتینگ رو دارید انجام میدید یا بخواید محصولی رو به فروش برسونید، میتونید از توییتر استفاده بکنید. مثلا اگر ما عبارت افیلیت مارکتینگ رو اگر سرچ بکنیم، میرسیم به این قسمت. خب اینجا تاپ ها رو به ما نشون میده که اومدن مردم اینجا یه سری چیزها رو توییت کردن که داریم اینجا میبینیم. اینجا کامنت ها هستش یا ریپلای هستش، اینجا هم ریتوییت هستش که در واقع این رو بازنشر میکنن، کسایی که ریتوییت میکنن بازنشر میکنن و خدمت شما عرض کنم که اینجا هم که لایک میکنن. اما یکی از راهایی که در واقع برای اینکه شما بتونید که حالا از توییتر استفاده کنید بر لینک های افیلیتتون یا حالا هر محصولی که دارید، وقتی که عبارت رو اینجا سرچ کردید، عبارت پایانی رو میذارید، یعنی اون کسانی که آخرین بار در واقع توییت کردن، یعنی کسایی که آخرین بار توییت کردن، مثلا الان یک دقیقه پیش الان اومده یک چیزی رو توییت کرده اینجا و خدمت شما عرض کنم که اینجا هم تو که میبینید یه چیزی اینجا اومده توییت کرده و یه دقیقه پیش بوده و همین جوری میبینید که اومده توییت کرده، یعنی رگباری اومده توییت کرده و 4 دقیقه پیش اومده مثلا این توییت کرده و اینجا اومده لینک افیلیتشو گذاشته و همونطور که میبینید اومدن اینجا. خیلی این فردی که اینجا میبینید بسیار بسیار فعال بوده، همینجوری رگباری اومده
و توییت کرده. البته رگباری نباید توییت بکنید، باید در واقع یه سری چیزها رو بنویسید و اینجوری اصلا خوب نیستش که مثل این آقا اومده این کار رو انجام داده. اما حالا مثلا تو قسمت تاپ هاش اگه ما بیایم، مثلا قسمت افیلیت مارکتینگ بیایم، قسمت تاپ هاش اونایی که خیلی بازدید کننده داره هر داره رو در واقع پیدا میکنیم، اونایی که خیلی بازدید کننده داره. مثلا اینجا مثلا دو نفر اومده ریتوییت کرده، یا مثلا اینجا 11 نفر کامنت داده و اومده یه چیزی نوشته راجع به افیلیت مارکتینگ، اومده 22 نفر ریتوییت کرده. و اینجا چیکار میکنیم؟ چند تا راه وجود داره. اول اینکه میایم تو قسمت کامنت ها، تو قسمت کامنت ها میایم چیکار میکنیم؟ میایم مینویسیم مثلا یه عبارتی رو مینویسیم اون محصولی که هستش. اولش هم با این اینجوری در واقع شروع میکنیم، مثلا مینویسیم Hey guy مثلا، یا مثلا میتونیم بنویسیم Hello، یا همون های به نظر من خیلی بهتر هستش. هایو می نویسی و عبارتی که هست رو می نویسی. مثلا می نویسید که من با یک سیستمی آشنا شدم، خیلی خوب درآمد میده، برای اطلاعات بیشتر میتونید اینجا رو کلیک کنید. یا اینکه مثلا میتونید بنویسید که یکی از دوستان یک سایت رو به من معرفی کرد که خیلی خوب پول میده، من تونستم مثلا هفته مثلا 2000 دلار، 3000 دلار، 5000 دلار درآمد داشته باشم. بعد لینکش رو اینجا میذارید. لینک هم با کوتاه کننده یه لینک شما باید مشخص بکنید. لینک هم با کوتاه کننده یه لینک بیتلی یا حالا چیزای دیگه میتونید به کوتاه کننده لینک بیاید و لینکتون رو کوتاه بکنید. پس اولین کاری که میکنید اون عبارتی که هست، مثلا health، مثلا اگر راجع به سلامتی دارید کار میکنید، میایید مثلا تو health beauty میایید این تاپ تریناش رو انتخاب میکنید، مثلا دارید تو کلیک پانک دارید فعالیت میکنید، میایید و حالا یه سری عبارت هست، کلمات کلیدی که هستش برای اون محصولتون رو اینجا مینویسید. و اینجا مثلا الان لایک دادن 329 نفر، در واقع ریتوییت کردن، 8 نفر هم کامنت دادن. و خدمت شما عرض کنم که حتی در قسمت ریتوییت هم میتونید بنویسید. اما یک روش دیگه که هستش، مثلا بیاین مثلا How can I make money online، مثلا این گزینه رو مینویسید. اومده گفته که مثلا اینجا I have made فلان 1500 دلار آنلاین توی ماه گذشته، how make money online to. بعد اینجا اومده چیکار کرده، اومده نوشته که اومده این رو نوشته. یا مثلا میتونید بنویسید که I need money. ببینید مثلا I need money رو که نوشتید، I need money رو اینجا مینویسید. و بعد خدمت شما عرض کنم که اینجا همونطور که میبینید اینجا اومده مثلا 461 کامنت داده و کامنت دادن. پس شما اینجا میتونید کامنتاتون رو بنویسید. کسایی که به احتیاج به پول دارن اینجا اومده نمیشه. پس شما میتونید روش های پول سازی از اینترنتتون رو اینجا بیارید تو کامنت ها معرفی بکنید. و مثلا I need مثلا ویتلاس، مثلا میگه من احتیاج دارم کاهش وزن پیدا کنم. خب این تاپ تریناش هستش که اینجا مثلا آخرین ها رو بزنی، توییت هایی که آخر زده، اینجا اومده که میگه من دوست دارم که کاهش وزن داشته باشم. شما لینک های افیلیتتون رو میایید تو این کامنت ها مینویسید و با استفاده از اینها لینک های افیلیتتون اونجا می نویسید و میتونید که در واقع فروش داشته باشید. اینا روش هایی هستش که در واقع ثابت شده هستش. و به همین صورت اینا که الان مثلا اینجا 19 ساعت پیش بوده، پس شما اینجا میتونید کامنت ها هم زیاد هستش،
میتونید بگید من یک روش مثلا خیلی خوبی رو پیدا کردم، شما میتونید از این روش استفاده بکنید. اما ممنونم از اینکه با آموزش امروزمون همراه بودیم. حتما حالا در کامنت ها نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگر از ویدیو امروزمون خوشتون اومد لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.